در این آموزش قصد داریم با ترسیم دو تا تابع در نرم افزار MATLAB آشنا بشیم. فرض کنیم که اولین تابعی که می‌خوایم ترسیم کنیم R2 مساوی با 5 کوسینوس 3T باشه. این تابع رو می‌خوایم ترسیم کنیم. برای ترسیم کردن این تابع ما ابتدا نیاز داریم که بیایم و T رو تعریف کنیم. T رو برابر قرار می‌دیم با لین اسپیس مثلا از بازه 0 تا 2 پی آی میگیم 0 تا 2 پی آی رو بیا به 200 قسمت تقسیم بندی کن و آر رو برابر بده با SQRT پرانتز باز پرانتز بسته. در واقع آر برابر جذر طرف سمت راست تساوی هست. 5 ضرب در کوسینوس پرانتز باز پرانتز بسته و در داخلش ستی رو ما می‌نویسیم. خب ما آرمون رو هم به دست آوردیم، تی رو هم تعریف کردیم. تابعی که برای رسمش میتونیم ازش استفاده کنیم تابع پولار هست. تابع پولار رو تعریف میکنیم و به عنوان پارامتر اول تتا رو میگیره و به عنوان پارامتر دوم RHO رو میگیره که همون آر ما هستش. تی رو به عنوان پارامتر اول بهش میدیم و آر رو به عنوان پارامتر دوم. در واقع به شکل قطبی میاد برای ما ترسیم رو انجام میده. خب اون معادله هم که نوشتیم رو هم کامنت میکنیم و یک اجرا میگیریم ببینیم که خروجی به چه شکل هستش. میبینیم که خروجی در قالب شکل قطبی نمایش داده شده و با رنگ آبی هم ترسیم شده. در زاویه های مختلف میتونیم اون رو ببینیم. خب حالا ما میخواهیم یکم کار رو پیچیده تر کنیم و از آر استفاده کنیم در محاسبات دیگه ای. مثلا میایم تعریف میکنیم میگیم x برابر با آر ضرب در کوسینوس تی یا تتا و میایم y رو هم برابر میدیم با آر ضرب در سینوس تی یا همون تتا و میخوایم ترسیمش کنیم. برای ترسیم کردن یکی از تابه هایی که میشه استفاده کرد تابه فیل هست که به عنوان پارامتر ورودی میاد و x رو میگیره و y رو میگیره. x رو بهش میدیم، y رو بهش میدیم و یک رنگ رو هم بهش میدیم، مثلا رنگ بلو رو بهش میدیم و اجرا میگیریم. میبینیم که ترسیم رو برای ما به این صورت اومد و انجام داد. در صورتی که ما مقداری تابمون رو تغییر بدیم این تغییرات هم اعمال میشه به خروجی های ما. مثلا اگر ما کوسینوس 2t رو بنویسیم ببینیم چه خروجی هایی برای ما ایجاد میکنه. میبینیم که شکل پروانه ها بزرگتر شدن. در این آموزش با ترسیم دو تابع در نرم افزار MATLAB به شکل قطبی با استفاده از تابع پولار و فیل آشنا شدیم.